با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. نخستین روز عید است و من هم به نوبه خود عید را تبریک گفته و امیدوارم که سراسر روز را شادمان بوده باشید. در آغاز سرخط چند خبر. هشدار جدی را جمهور غنی به طالبان و دیگر گروه عراس افغان که در افغانستان می جنگند. مکبریالی کیگو زکه چی مگولست آینده غور برگزاری نماز عید در سراسر کشور در یک فضای امن. انتقاد سرپرست ولایت بلخ از دخالت از سازمان‌های استخبارات بیرونی در افغانستان. اگر کشورهای دور و نزدیک مداخله در توریسم و تربیت توریست ها نداشته باشند، این افغان ها توانایی را دارد که امنیت کشور را تامین بکند. خواستا بر از میان برداشتن مالیه انتفاعی در کشور. و تاکید مسلمانان جهان بر تامین صلح و ثبات در سراسر جهان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان و دیگر گروه عراس افغان هیچگاه نمی توانند که مانع تحرک حکومت افغانستان شوند. رئیس جمهور غنی پس از ادای نماز عید سه بار به طالبان هشدار می دهند که نمی توانند پیروز شوند و باید به روند صلح بپیوندند. آقای غنی از کارکردهای نیروهای دولتی نیز ستایش می کند و این نیروها را افتخار مردم افغانستان می داند. اختر مبارک شد. در یکی از خوشترین روزهای مسلمانان پیامش به جنگجویان این است تا خوشیهای مردم را قربانی نگیرند. دوی نسی گتله، نسی گتله، نسی گتله. او مک بریالی کیگو زکه چی مگولسته آینده غور. ادامه تحرک ها برای پیشرفت حکومت افغانستان بخش دیگر از گفته های رئیس جمهور را می سازد. این ملت تحرک می خواهند و دشمنای ما می خواهند تحرک ما را مانع شوند. جواب ما ایست که به هیچ صورت مانع ما شدن نمی تانیم. مهمترین بخش پیام رئیس جمهور در اینجا ستایش از کارکردهای نیروهای دولتی است. اردوی افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت ملی افغانستان، همه و همه متشکل از افراد رضاکار است. مننه لده تعود را ویالو در بانده. پایتخت نشینان نیز از طالبان و دیگر گروه های حراس افغان می خواهند که جنگ و خشونت را کنار بگذارند و برای ادامه یک زندگی آرام با مردم همکاروان شوند. جنگ بس است، خشونت بس است، خسته شده تمام مردم مازی خسته شده. دست از کشتار مردم، بخصوص دای شواید و به حساب روزای خوشی مردم دست بردارن و با کد خوشی مردم یک جای شوند. رئیس جمهور غنی امیدوار است که جنگ و خشونت در نتیجه تلاش های نیروهای دولتی پایان خواهند یافت و از اپوزیسیون سیاسی حکومت نیز می خواهد که نباید از بهر براندازی نظام تلاش کنند. شهروندان کشور امروز در سراسر کشور نماز عید را برگزار کردند. شمار از امامان مسجدها در هنگام ادای نماز عید مردم را به وحدت فرا خواندند و از کسانی که بیگناهان را میکشند خواستند تا از جنگ دست بردارند. این امامان از نیروهای امنیتی ستایش میکنند و قربانی های آنان را برای دفاع سرزمینشان ستایش میکنند. الله اکبر. برگزاری نماز عید فطر در کشور. امامان مساجد در سخنرانی هایشان نظامیان کشور را پاسداران راستین کشور می دانند و پشتیبانیشان را از این نیروها اعلام می کنند. پیام عید به امت اسلامی، پیام خوشی، پیام شکر، پیام تکبیر و بیان عظمت پروردگار.
در همین حال شماری از شهروندان کشور کشته شدن مردمان بیگناه را از سوی حراس افغانان جنایت در برابر بشریت می دانند و می گویند که اسلام دین صلح و دوستی است و هیچ شخصی حق ندارد به نام اسلام بیگناهان را بکشد. هیچ قتل مسلمان روانه است که اینا مسلمان را به قتل می رسانند و مسلمان می کشند، خونریزی و بربادی را در وطن می رند. ما همیشه صلح می خواهیم، جنگ نمی خواهیم، از جنگ ما خسته شدیم. در حالی که بسیاری ها عید را با تجملات در کشور جشن می گیرند، هزاران خانواده در کشور هستند که پول برای خریدن نان ندارند. مانند این خانواده در هرات که به دلیل ناداری از عید تجدید کردن نمی توانند. محمد افضل 60 ساله است و تمام سرمایه زندگی او این کراچی است. انتقال نزدن که من یک گوگردی که سر گوگردی در بین خانوال این آمدگی بگیر یا یک تفل خواه جفت کفشی بسن با پای کنی. خانه محمد افضل تنگ و تاریک است. 10 تن در این اتاق زندگی می کنند. فرزندان محمد افضل انتظار کمک هستند. دلم هر چی میخواد، اما حیفی که خانواده من ناتوان هستن، نمیتوانند. خیلی بی اندازه نمیتوانند. توان ندنیه برای ما بستونه. کرایه خانه محمد افضل 8 ماه است که عقب افتاده است، اما وی روزانه 100 افغانی درآمد دارد. با این وجود تمام فرزندان او در تلاش با سواد شدنند. آمارها نشان می‌دهند که 75% از افراد فقیر بی‌سوادند. بر بنیاد آمارها هر شخصی که زیر $10 درآمد داشته باشد زیر خط فقر زندگی می‌کند. سرپرست ولایت بلخ می‌گوید که دخالت‌های پنهانی سازمان استخبارات بیرونی در افغانستان هر روز از مردم کشور قربانی می‌گیرند. حتی محمد نور بدین باور است که برای پایان یافتن نبرد در افغانستان برنامه وجود ندارد، بر کشور دخیل در جنگ افغانستان برای منافع خودش دلبری می‌کند. به گفته آقای نور، پایگاه اصلی حراس افغانان در بیرون از افغانستان است و مان کشوری که از دوستی با افغانستان دوری می‌گزیند حراس افغانان را به اینجا می‌فرستد. نماز عید فطر در مسجد جامع روضه در مزار شریف در فضای امن برگزار شد. سرپرست ولایت بلخ در این مراسم حراس افغانی را یک تهدید جهانی می داند و بر مبارزه مشترک با آن تاکید می ورزد. دست های نامرئی استخباراتی بیرون است که از ما دشمن قربانی می گیرد و ما قربانی تروریسم جهانی هستیم. ما دوست دشمن خود را می شناسیم. آقای نور از رهبران حکومت وحدت ملی خواستهایی دارد. رئیس جمهور هستی، رئیس اجرایی هستی، هر چی که هستی، بیایید که یک مارش، یک دست، یک فکر واحد بر افغانستان فکر بکنیم، بر این ملت واحد فکر بکنیم، بر نجات ملت فکر بکنیم. کسی برای مصروف پر کردن جیب خود، کسی برای تعیین کردن بستگان خود، کسی برای بایسلات دریافتن منابع و چشمه‌های عایداتی و کسی هم برای تاجگذاری و کسی هم برای قصر داشتن مصروف است. شماری از باشندگان بلخ از برگزاری مراسم نماز عید فطر در فضای امن ستایش میکنند و بر همدلی و همدیگر پذیری تاکید میورزند. در نماز این آمدیم، بسیار یک نماز به خوبی به خوشی سپری شد. برای مردم افغانستان و خصوصا به مردم رنجیده و ستم کشیده افغانستان صلح و آرامی را خواسته و خواهان بودیم. هرچند نماز عید فطر در بلخ در فضای امن برگزار شد، اما در ورسوله سامچارک ولایت سریپور پس از ادای نماز عید حمله انتحاری انجام یافت که در نتیجه آن 4 تن جان باختند و 1 نفر دیگر زخم برداشت. عید برای باشندگان ولایت کنداز با موجی از ترس رسیده است. آنان هراس دارند که همچون سال پار در پایان روزهای عید طالبان با سم بر این شهر حمله کنند و اداره کنداز را به دست بگیرند. اما نیروهای امنیتی در کشور اطمینان میدهند که برنامه های ویژه برای تامین امنیت شهر کنداز دارند و نیز عملیات های را در اطراف شهر کنداز براه انداختند. شور عید را در نوایش دارد، اما این نمیتواند از اندک هراسی که در دلهای باشندگان کندز خانه کرده است چیزی کم کند. مردم این ولایت با رسیدن عید به یاد عید قربان پارسال و سقوط شهرشان به دست طالبان افتادند. آوازه است که طالبان با حمله میکنند. فعلا دیگه حکومت هم زیر علاشه شتگیستن نیست چه اقدام نکرد تا بالی را. هیله مداره چه دقیقه سیتسه و نیشی هم نتیز بکنه و شکوله چه امنیت دینگونی. اما در این سنگرها و نیز در جاده‌های شهر و اطراف کنداز دیدگاه‌ها دگرگونند.
لکه څنګه چې مخکې کندوز بدبختانه سقوط کړی و د هغې خوبونه دې هم ناراضه خلک له زړونو نه وباسي. کندوز خلکو ته اطمینان ورکوو چې بس ښه په ارامه ښه په خوشحالۍ ژوند سره تیر کړي. در همین حال مقام های امنیتی از افزایش عملیات ها در کندوز در روزهای عید خبر می دهند. تحت یک پلان منظم با اجرای گزمه ها و چک پوینت ها تمام تدابیر امنیتی را در ایام خجسته عید سعید فطر در نظر گرفتن. چند قبل اونیا یک عملیات بسیار قوی برانداخته خصوصا در کندوز به نام عملیات عمری که الحمدلله با مقامات نیروی امنیتی دفاعی قرار گرفت که ضربات کومده برش وارد ساختیم. پارسال با پایان عید قربان طالبان بر کندوز یورش بردند و این شهر را به گونه کامل برای 3 روز در ادارهشان داشتند. این رویداد نبردهای سختی را میان نیروهای دولتی و طالبان در کندوز به دنبال داشت که روزها به درازا کشید. 1.5 سال پیش دستور داده شده بود تا نیروهای امنیتی به گونه گروهی و با تدابیر ضعیف امنیتی بر جای انتقال نیابند. مشاور شورای امنیت ملی میگوید که عملی نشدن این دستور در انتقال دانش آموختگان اکادمی پلیس میدان وردک سخت پرسش برانگیز است. محمد حنیف اتمر که به عیادت زخمیان پلیس رفته است با عاملان حمله بر این دانش آموزان هشدار میدهد که انتقام خون اینان را خواهد گرفت. شفاخانه پلیس است، نیروهایی که در میدانهای جنگ و یا در انتحار و انفجار سخت آسیب دیدند. اینجا کسانی هم بستریستند که بخشی از اعضای بدنشان را مانند چشم، دست و پا از دست دادند، اما حداقل از شانس خوش زنده هستند. ملت به تو افتخار. گوام افتخار دارم سر ملت خود. در این شفاخانه زخمیان آموزش دیده که مرکز آموزشی پلیس میدان وردک نیز درمان می شوند. رویدادی که خشم همگان را برانگیخته است. چرا چنین بی‌پروایی شد؟ چرا چنین غفلت شد؟ وی در حال بود که 1.5 سال قبل هدایت سریع، حکم سریع صادر شده بود که نباید انتقالات چنین صورت بگیرد. نیروهای مسلح کشور هر روز درگیر نبرد با طالبان و گروه‌های حراس افغان دیگر هستند. اما پیام با عاملان این حمله چیست؟ به هیچ وجه از خونی که چنان وحشیانه ریختانده شده از او نمیگذاریم و این جنگ آتشش به فرد فرد به از این خائنین میرسانیم. وزیر امور داخله برداشت دیگری از انجام حمله های چون حمله بر دانش آموختگان مرکز آموزشی پلیس میدان وردک دارد. به خاطر جبران شکستشان اونا شما در جریان هستید که اکثرا شورای افغانستان به همچ اعمال انتحاری و انفجار اونا دست میزد. این عامل شکست اوناست. حمله های انتحاری بر نیروهای مسلح کشور پیشینه چندین ساله دارد، اما این حمله یکی از بزرگترین رویدادهای خونین بر این نیروها بوده است. حمله ای که جان 33 دانش آموخته مرکز آموزشی پلیس میدان وردک را گرفت. سید حسین عینبری مشاور رئیس جمهور در امور نظامی و رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان درگذشت. آقای عینبری برای درمان به هند رفته بود و دیشب به عمر 60 سالگی در یکی از شفاخانه های هند درگذشت. سید حسین عینبری از فرماندهان پیشین جهادی بود و نیز در حکومت حامد کرزی در پست های مهم دولتی کار کرده بود. در سایه رزم و پیکار و جهاد و مبارزات سید حسین انوری از چهره های شناخته شده سیاست افغانستان در سال 1335 هجری خورشیدی در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان به دنیا آمد. وی در دوران جنگ شوروی پیشین در افغانستان از فرماندهان مجاهدین بود و رهبری شاخه نظامی حزب حرکت اسلامی افغانستان را بر عهده داشت. حرکت اسلامی در دوران مقاومت و در دوران صلح و در دوران اینکه حکمت که بعد از توافق بن به میان آمد، اولین گروه اگر مبالغه نکنم در شورای در کابینه دولت موقت ما اعلام کردیم که باید اسلحه جمع شود سرزمین افغانستان.
پس از پیروزی مجاهدین در سال 1371 هجری خورشیدی به عنوان عضو کمیسیون دفاع و امنیت کابل و وزیر کار و امور اجتماعی در دولت اسلامی افغانستان گماشته شد و پس از روی کار آمدن طالبان به ائتلاف شمال پیوست. نهایت سعی و تلاش در ملت سازی در بین جوامع کل افغانستان اهم از همه ملت‌های محترم نقش بسزایی را داشت. آقای انوری در دولت انتقالی حامد کرزی وزیر زراعت و مالداری بود و پس از مدتی به حیث والی هرات گماشته شد و از سالهای 1384 تا 1389 هجری خورشیدی برای دو دور عضو مجلس نمایندگان بود. از آوان جوانی، از زمانی که به سلام مبارزات مسلحانی مردم افغانستان علیه اشغالگرها آغاز شد، در سنگرهای داغ جهاد حضور بالفعل و بالقوه داشتند. از آقای انوری 6 دختر و 5 پسر بر جا مانده است. قرار است جنازه آقای انوری به روز جمعه از هند به کابل آورده شود و به روز شنبه به خاک سپرده شود. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. ادامه این خبر هاست طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. میلیون ها مسلمان در سراسر جهان عید سعید فطر را جشن گرفتند. مسلمانان در فلسطین، عراق، سوریه، عربستان سعودی، پاکستان، مصر، استرالیا، اندونزیا، آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر نماز عید را برگزار کردند. عید سعید فطر در سال روان در حال فرار رسیده است که ده هزار مهاجر مسلمان در بیرون از کشورشان به سر میبرند. آنان در هنگام ادای نماز عید برای آمدن صلح در سراسر جهان به ویژه در کشورهای اسلامی دعا کردند. مسلمانان در بسیاری از کشورهای جهان با ادای نماز از روز نخست عید سعید فطر استقبال کردند. در پاکستان مردم از گرانفروشی ها و گرمای هوا شکایت دارند. در سوریه بشار الاسد که بسیار کم در انظار عمومی نمایان می شود، نماز عید را در مسجد در شهر همس با مقامهای دیگر حکومت این کشور ادا کرد. این در حال است که ده ها هزار تن از شهروندان سوریه در نتیجه نبردها در این کشور مهاجر شدند و از عید در کشورهای دیگر بزرگداشت می کنند. اما در فلسطین از عید در حال بزرگداشت می شود که شهرهای فلسطینی در محاصره نیروهای اسرائیلی هستند. در عید باید مردم همدیگر را ببینند و راه‌ها باز باشند، اما می‌بینید که تمامی راه‌ها بسته هستند. در عراق مسلمانان از مذاهب گوناگون یک جا از عید تجلیل کردند. آنان می‌گویند که هراس‌افغانان نمی‌توانند در میان مردم عراق تفرقه بیندازند. مسلمانان در بسیاری از کشورهای جهان می‌گویند که نباید از اسلام چهره خشن نشان داده شود. مسلمانان سال را دوست دارند و نباید از مسلمان بودن و یا اینکه کس آنان را هراس افغان میگویند بترسند. عید در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز تجلیل شد. مسلمانان در هر کشور جهان برای تجلیل از عید رسم و رواج‌های گوناگون دارند، اما بسیاری از آنان میگویند که از نقطه پیوندشان یعنی دین اسلام باید برای ترویج صلح در جهان کار گرفته شود. و اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. شماری از معترضان در کشمیر زیر اداره هند با پلیس این کشور درگیر شدند. این اعتراض پس از آن آغاز شد که پلیس به شماری از رهبران جدایی طلب کشمیری اجازه نداد در نماز عید شرکت کنند. اسکار پستوریوس دونده افریقای جنوبی به جرم کشتن دوست دخترش در سال 2013 میلادی به 6 سال زندان محکوم شد. پستوریوس دو بار برای افریقای جنوبی مدال طلای المپیک را به دست آورده است. دو تن در پیوند به پایین انداختن یک سگ از یک ساختمان 5 طبقه‌ای در هند بازداشت شدند. این سگ زنده مانده است و اکنون از سوی دکتران زیر درمان است. ماموران اتفاقیه در ایالت نیو مکسیکوی ایالات متحده آمریکا به کار خاموش ساختن آتش در جنگل‌های این ایالت ادامه می‌دهند. این آتش سوزی که جنگل درختان سرو را در بر گرفته است، تا کنون نزدیک به 2 کیلومتر مربع را سوختانده است. ادامه این خبرها لحظات بعد تقدیمتان می‌شود. با ادامه این خبرها خوش آمدید.
وجود 4% مالیه انتفاعی در کشور برای بخش خصوصی زیان بار است و حکومت باید این مالیه را از میان بردارد. مسئولان اتاقهای تجارت رسانه‌ای میگویند که وجود 4% مالیه انتفاعی فعالیت‌های بخش خصوصی را با دشواری‌های روبرو ساخته است و این مالیه به بهای تمام شده کالاها افزوده می‌شود. مسئولان اتاقهای تجارت رسانه‌ای میگویند که مالیات انتفاعی به تمام شدن بهای کالاها افزوده می شود که در نهایت بهای آن را مردم می پردازند. آنان میگویند که در هیچ کشور منطقه مالیات انتفاعی و یا مالیات پیش از فروش وجود ندارد. افغانستان خلق 40% دیرش پیسده دغه جنس قیمت اخلی آگاهانه دغه مالی قانون دا جنس قیمت اک. بنان دا مالی انتفاعی په اټمل کې نشته ده او د دې اچاته مجرایم نور کول کیږي. اسیم گفته می شود که با پرداختن این مالیات از سوی سرمایه گذاران و بازرگانان یک بخش از سرمایه های آنان از دوران بیرون می شود. از مجموع پروژه 4% مالیه گرفته می شود. شاید که مجموع پروژه را 4% مفاد نکنند. وقتی مفاد اگر نکنه 3% اگر مفاد باشه 4% مالیه بده، به این معنی است که 1% در حقیقت ضرر کرده. در خط مثال وقتی که اینا اظهارنامه ارائه میکنند، از طریق اظهارنامه‌شان امرایشان حسابی صورت میگیره، در صورتی که زیاد پول برداخته بودن در سال بعدی قابل اجرا میباشه. پس از این نقطه ما کدام تشویش یا کدام مشکلی نداریم. با عملی شدن قانون جدید مالیات بر عایدات، سرمایه گذاران و بازرگانان مکلفند که 4% مالیات از مجموع ارزش کالاها را بیش از فروش به حکومت بپردازند و این در حالی است که همواره از افزایش بهای مواد اولیه در بازارها شکایت وجود داشته است. شمار از شهروندان میگویند که با وجود ناتوانی های اقتصادی بهای کالاها به گونه روز افزون افزایش می‌یابد. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکرد. آقای ملک خوش آمدید. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. تیم ملی فوتبال طوفان هریرود تنها به قهرمانی در لیگ برتر فوتبال افغانستان می اندیشد. شما از فوتبال بازان این تیم می گویند که این تیم امسال آمادگی های ویژه دارد و به جز قهرمانی به دیگر مقام بسنده نخواهد بود. در این حال والی هرات می گوید که ده ها نهاد دولتی و غیر دولتی پشتیبانیشان را از تیم فوتبال طوفان هریرود اعلام کردند. نخستین قهرمان لیگ برتر کشور در پی به دست آوردن جایگاهش. سرمربی طوفان هریرود میگوید که امسال این تیم با آمادگی های ویژه به میدان خواهد رفت. انشاءالله امیدواری بسیار زیاد داریم برای قهرمانی مسابقات و برای قهرمانی مسابقات تنها فکر میکنیم. در همین حال والی هرات میگوید که قرار است به زودی نشست ویژه برای پشتیبانی مالی و مردمی طوفان هریرود در این ولایت برگزار شود. جار ملی را جمع میکنیم تا که ما بتانیم با یک همگرایی مطلق با عقب تیم طوفان هریرود استاد شویم. رئیس فدراسیون فوتبال هرات نیز ترکیب امسال این تیم را شکست ناپذیر می داند. امسال ما آمادگی خاص خود خود داریم و تیم ما نظر به پارسال جوانای برومند ولایت هرات امسال به خود تیم طوفان هریرود انتخاب کردم. سوی هم شماره از بازیکنان طوفان هریرود میگویند که امسال تلاش خواهند کرد این دسته فوتبال بر سکوه قهرمانی برسد. کوشش ما برای اینه که بتوانیم امسال نتیجه بگیریم، نتیجه جز قهرمانی بگیرد هرات به چی بسنده نمیکن. سال پار نماینده حوزه غرب کشور در رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان با شکست های باور نکردنی از رسیدن به رقابت نهایی باز ماند، اما امسال این تیم با آمادگی های ویژه به میدان می رود. لیونل میسی فوق ستاره ارجنتینی و پدرش به 21 ماه زندان محکوم شدند. میسی و پدرش خورخه میسی از سوی دادستانی اسپانیا به جرم کلاهبرداری از دولت اسپانیا مجبور به پرداخت جریمه 2,300,000 یورو شدند. اما با توجه به اینکه میسی اولین بار مرتکب جرم شده است و دوران محکومیتش هم کمتر از 2 سال از زندانی نخواهد شد و در صورت تکرار جرم حکم دادگاه بر وی عملی خواهد شد. خاطر آگاهی بیشتر شما باید گفت. برای شنیدن تازه ترین خبرها به 456 زنگ بزنید و شماره 111 را دایم نمایید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.